توی پارت قبلی داستان سه تا از باس های الدن رینگ که با مرگ دست و پنجه نرم کردن رو گفتیم. کلی باس فرعی توی الدن رینگ وجود داره، ولی فقط چند تاشون به مرگ ربط دارن و میدونن مرگ دقیقا چه شکلیه. باس های مثل گادسکین ها، واچداگ ها و اساسین ها. گادسکین ها یه وظیفه مشترک دارن، اونم اینه که رون مرگ یا همون دیستنت دس رو به خدایان بدن، مرگ رو بهشون هدیه بدن، بکشنشون. خودشون هم همونطور که میبینین انگار یه ایزد هستن، بس که قدرتمندن. سلاحایی که دستشونه تیز و وحشتناک و برندن. اسپلای که استفاده میکنن هم خشم خدایان رو فریاد میزنن. گادسکین ها تونستن خیلی از خدایان رو بکشن، درست طبق وظیفه شون. همونطور هم که از اسمشون پیداست، لباسشون دقیقا از پوست خدایان درست شده. واسه گادسکین اپاستل پوست نرم، ولی واسه گادسکین نوبل معلومه که لباسش از چربی و پوست درست شده، که همین باعث شده واسه چاق به نظر برسه. گادسکین نوبل یکی از حرفه ترین ها توی کشتن خدایانه. سلاحی که دستشه توی گروه اسلایسر نیست، استیچره. اگه باش فایت داده باشین قطعا طعمه استیچر رو نشونتون داده. این گادسکینا یه ملکه هم داشتن و بهش خدمت میکردن. اسپلای که گادسکینا استفاده میکنن همش از شمشیر ملکهشون سرچشمه میگیره. کسی که اومده این گادسکین ها رو بزرگ کرده، کسی که از لحظه تولد این باس ها میاد لباسی که از پوست خدایان درست شده رو تنشون میکنه تا وقتی بزرگ شدن شکارچی خدایان بشن. این ملکه خیلی قدرتمند بوده، ولی چیزی که باعث میشه بیشتر دربارش صحبت کنیم اینه که یه ایمپیریان هم بوده، یعنی توسط تو فینگرز انتخاب شده. ایمپیریان ها کسایی هستن که توسط اوتر گات ها انتخاب میشن تا در نهایت خودشون تبدیل به یک ایزد یا خدا بشن. این زن که بهش گلو مایت کوین میگفتن به عنوان ملکه گادسکین ها انتخاب شد. البته این قبل از این بود که ماریکا بیاد رون مرگ رو از الدن رینگ جدا کنه. تمامی اسپلا و اینکانتیشن های مرگ از همین رون مرگی قدرت میگیرن. توی کل جانبازی کلن دوتا ایمپیریان وجود داره، یکی همین گلو مایت کوین، یکی دیگه هم ماریکا. یه بار این دوتا با هم می جنگن و طبق توضیحات سلاح گادسلیر متوجه میشیم که گلومایت کوین از ماریکا شکست میخوره. به لطف ملیکس البته که محافظ ماریکا بوده. بعد از شکست دادن ملکه خدایان، ماریکا میاد بیشتر گادسکین ها رو قتل عام میکنه و بعدش هم منبع قدرت اسپلاشونو که رون مرگ بوده از الدن رینگ جدا میکنه. چیزی که واسم سوال اینه که نمیدونم ماریکا و گلومایت کوین رقیب هم دیگه بودن که با هم جنگیدن، یا مثلا ماریکا اون موقع تبدیل به خدا شده بوده و چون ملکه واسش یه تهدید محسوب میشده سعی کرد نابودش کنه. در ضمن اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. چیزی که میدونیم اینه که ماریکا و گلومایت کوین دقیقا برعکس هم دیگه هن. گلومایت کوین نسل خدایان رو منقرض میکرد، در حالی که ماریکا سعی میکرد یه نسل دیگه از خدایان رو به وجود بیاره. این میتونه یکی از دلایلی باشه که با هم جنگیدن، ولی بازم بازی خیلی ازشون اطلاعاتی بهمون نمیده. ولی خب بعد از پیروزی ماریکا اومد پروسه ارتری رو شروع کرد، همون پروسه که جنگجو باید صبر میکردن تا ریشه های ارتری اونا رو فرا بخونه. حالا اگه یه جنگجو میمرد روحش برمیگشت به ارتری تا یه جورای جاودانه بشه و واسه همیشه توی جهان بازی بتونه بمونه. این ریشه ها که جنگجو رو فرا میخوندن معمولا در قلب غارهای بازی یافت میشدن و حتی یه مجسمه هم توی بازی هست که اون زمان ها به بقیه کمک میکرد این غارها رو پیدا کنن خیلی راحت. وقتی یه نفر میمرد و تبدیل به روح میشد میتونست از راهنمایی های این مجسمه استفاده کنه تا به ریشه های ارتری برسه. خود این غارها وقتی به وجود اومدن که ارتری پروسه ابدی شدن ارواح رو شروع کرد. توی توضیحات یکی از آیتم های بازی نوشته شده که این ریشه ها قبلا مستقیم به ارتری وصل میشدن و واسه همین بود که کم کم غارها به وجود اومدن تا این ریشه ها در معرض خطر نباشن. ماریکا اینجا داشت به هدفش میرسید دیگه، دلش میخواست همه در نهایت برگردن به ارتری و روحشون جاودانه بشه. این غارها کم کم تکمیل شدن و از ریشه های ارتری محافظت کردن. ما یه پلیر هم وقتی توی غارا میگردیم و به این ریشه ها میرسیم میتونیم ببینیم که چقدر جسد در نزدیکیش وجود داره. روح همشون به ارتری برگشته. این جاودانه شدن واسه همه نبودا، فقط واسه اونایی بود که زندگیشون رو شرافتمندانه ادامه دادن. ولی خب به نظرتون غارها به تنهایی کافی بودن واسه محافظت از ریشه ها؟ نه، واسه همین ماریکا واچداگ ها رو مسئول محافظت از این ریشه ها قرار داد، به اضافه بقیه دشمنایی که میشه توی غارها دید.
همشون زیر نظر همین واچ داگ ها هستن. این موجودات همون گالم ها یا ایمپ های بازی هن و به نظر میرسه وقتی لیورنیا و لیندال با هم متحد شدن به وجود اومدن. درسته واچ داگ ها قرار بود از ریشه های ارتری محافظت کنن، ولی عصای بعضیاشون یه گلینستون هم داره که بهشون قدرت استفاده از سورسوری های بازی رو میده. جالبه که اگه مای پلیر با همین سورسوری ها بهشون حمله کنیم، واسه مدت کوتاهی یه مشکلی توی عمل کردشون پیش میاد و انگار دیوونه میشن. توی بعضی از همین غارها میشه دید که بدن بعضی از جنگجوها که دیگه روح ندارن بعضی وقتا زنده میشن یهو. اینا همونایین که اصلا از پروسه ارتری استفاده نکردن و خیلی جا از جهان بازی هم میتونیم پیداشون کنیم ببینیمشون. اینا کلن پروسهشون بعد از مرگ برخلاف ارتریه. به جای برگشتن روح و بدنشون به ارتری، بعد از مرگ بازم دوباره به دنیا میان، بدنشون میمونه روحشون میره. ولی تا اینجاش یادتون باشه که این اتفاق داره به این دلیل میفته که رانی اومد یه تکی از رون مرگ رو از ملیکس دزدید و قدرتشو بین خنجرای بلک نایف اساسینا پخش کرد. این اساسینا کلن خیلی موجودات پر رمز و رازی هن. یه چیزایی بازی دربارشون بهمون میگه البته. یکیش اینه که همشون زنن و یه ربطایی هم به ملک ماریکا و شهرهای زیرزمینی دارن. بعدن بیشتر دربارشون صحبت میکنیم. ولی خب حالا که خنجراشون به رون مرگ آغشته بود، اینجاش مهمه. اومدن دوتا کرست مارک یا همون نشان نفرین شده روی بدن دمیگاتا به جا گذاشتن ناخواسته، در حالی که قرار بود فقط یه دونه بذارن. یکی روی گادوین گذاشتن، یکی هم روی رانی. خود کرست مارک رو میشه توی بازی به دست آورد و توضیحاتشو چی؟ دید. توی توضیحات نوشته شده که وقتی اساسین ها با خنجر مخصوصشون گادوین رو به قتل رسوندن، روی بدنش یه دونه کرست مارک به وجود اومد که قرار بود دایره شکل باشه نه نیم دایره. چرا نیم دایره است؟ چون همزمان با مرگ گادوین رانیا میاد خودکشی میکنه و این کرست مارک نصفش روی بدن گادوین و نصف دیگش روی بدن رانی به وجود میاد. نتیجه به جای گرفتن بدن و روح گادوین، کرست مارک میاد بدن رانی و روح گادوینو از بین میبره. این اساسینا به لطف خنجر تقویت شده شون میتونستن زندگی رو هم از بدن و هم از روح همون بدن بگیرن جدا جدا. رانی که بدنش رو از دست داد، فقط روحش باقی مونده توی جهان بازی و دقیقا همونطور که میخواست از شر بدنش خلاص شد. گادوین هم تبدیل به شاهزاده مرگ شد، کسی که زنده بود ولی بدنش روحی نداشت، کسی که در نهایت تونست رون مرگ رو با استفاده از دسروت ها در سرتاسر جهان بازی پخش کنه. واسه همینه که ما هم میتونیم از اسپلاش استفاده کنیم. دسروت چیه حالا؟ توی توضیحاتش نوشته که دسروت همون رون مرگه و به اونایی که مردن کمک میکنه دوباره زنده بشن یهو. نکتش اینجاست که درسته اسم این آیتم دسروته و رون مرگ رو درش داره، ولی علاوه بر جنبه مرگ و میر، جنبه از زندگی رو هم توش داره، چرا که مرده ها رو میتونه زنده کنه. توی جهان بازی کلن مرگ پایان زندگی یه نفر نیست، زندگی بعد از مرگم ادامه داره به لطف رون مرگ. جسدایی که زنده میشن دارای یه دونه دسروت هستن، همین زندهشون میکنه. اگه همون روز اول رانی همزمان با مرگ گادوین خودکشی نمیکرد، گادوین هم بدن و هم روحش رو از دست میداد و دیگه اصلا نمیتونست رون مرگ رو بذاره توی دسروت ها و توی جهان بازی پخش کنه. تمام کسایی که از مرگ دوباره برمیگردن به دنیای بازی مدیون همین دسروت های گادوینن. یکی از پایانای بازی هم که کلن درباره رانی و کاراشه. ارتش گلدن اوردر کلن مخالف این پروسه بودن و تا جایی که میتونن همین الانش هم سعی میکنن دسروت هایی که قسمتی از رون مرگ درشونه رو نابود کنن. واسه همینه که اگه با دمیج هولی که مربوط به ارتش لیندال و ارتری میشه بین اسکلتایی که با کمک رون مرگ بعد از اینکه یه بار کشتینشون دوباره زنده میشن دمیج بدین، دیگه رون مرگشون از بین میره و نمیتونن دوباره زنده بشن. علاوه بر اینا یه سری باسای فرعی دیگه هم هستن که با مرگ دست و پنجه نرم کردن. با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهشون رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.